سرخط مهمترین خبرها. نقش بالقوه انجینر علی در سقوط پنجشیر. وزیر خارجه پاکستان: ثبات افغانستان پس از حضور طالبان بهبود یافته است. روسیه: حکومت سرپرست طالبان از نگاه اعتقادی، قومی و سیاسی فراگیر نیست. و غلام محمد اسحاق زی به عنوان نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. غلام محمد اسحاق زی به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که قرار است نماینده دولت اشرف غنی به نمایندگی از افغانستان در این سازمان سخنرانی کند. این در حالی است که نماینده میانمار به دلیل کودتای نظامی و براندازی حکومت منتخب در آن کشور از لیست سخنرانان حذف شده است. با گزارش رویترز، پس از رایزنی ها در مورد کرسی افغانستان در سازمان ملل با روی کار آمدن طالبان در این کشور، غلام محمد اسحاق زی نماینده دولت اشرف غنی روز دوشنبه پنجم میزان در نشست این سازمان سخنرانی خواهد کرد. در همین حال نماینده میانمار به دلیل کودتای نظامی در این کشور و براندازی حکومت منتخب توسط کودتاچیان از سخنرانی در این نشست در نیویورک محروم شده است. این در حالی است که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان هفته گذشته خواستار سخنرانی در گرد همایی رهبران جهان در سازمان ملل متحد شد و سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان معرفی کرد. گفته شده است تا زمانی که کمیته های مربوط در سازمان ملل در مورد اعتبارنامه های نمایندگان افغانستان و میانمار تصمیم نگرفتند، اسحاق زی و کیاموتون در کرسی های خود باقی خواهند ماند. در همین حال وزیر امور خارجه پاکستان گفته است ثبات افغانستان پس از حضور طالبان بهبود یافته است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان میگوید که با خروج نیروهای بین المللی و حضور طالبان در افغانستان، ثبات در این کشور بهبود یافته است. قریشی روز شنبه سوم میزان در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت که دست کم تا حال هیچ نشانه از جنگ داخلی در افغانستان دیده نمی شود. او تصریح کرد که با وجود تغییر وضعیت در افغانستان، پاکستان شاهد هجوم مهاجران افغان و مرزها نبوده است. در همین حال قریشی هشدار داد که بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان همچنان یک تهدید واقعی حساب می شود. وزیر خارجه پاکستان همچنان مخالفتش را با حضور نماینده دولت غنی در اجلاس عمومی سازمان ملل اعلام کرد و گفت که صحبت‌های نماینده دولت سرنگون شده فایده ندارد. او تاکید کرد که سفیر دولت سرنگون شده غنی هیچ موضوعی ندارد و کرسی افغانستان در اجلاس عمومی سازمان ملل باید در کوتاه مدت خالی بماند. و باور قریشی نماینده دولت پیشین افغانستان در این اجلاس قابل دفاع نیست، زیرا با فرار غنی حکومت او نیز از بین رفته است. با این حال شاه محمود قریشی درخواست طالبان برای حضور نماینده دولت سرپرستشان در این اجلاس را نیز تایید نکرد و گفت که کشورهای عضو باید منتظر معجب بودن این درخواست بمانند. طالبان بیشتر از سازمان ملل خواسته بودند که اجازه دهد سهیل شاهین به عنوان سفیر حکومت سرپرست طالبان در این اجلاس اشتراک کند. با این حال پس از رایزنی ها مشخص شد که غلام محمد اسحاق زی در نشست این سازمان که روز دوشنبه پنجم میزان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی می کند. گفتنی است که غلام محمد اسحاق زی در جوزای سال روان به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل انتخاب شد. او پس از سقوط کابل در خواستی را به آنتونیو گوترش دبیر کل عمومی سازمان ملل متحد فرستاد. از این سازمان خواست که وی را در سمتش ابقا کند. این در حال است که وزیر خارجه روسیه میگوید حکومت سرپرست طالبان از نگاه اعتقادی، قومی و سیاسی فراگیر نیست. سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که حکومت سرپرست طالبان فراگیر نیست و آن کشور در حال حاضر گزینه به رسمیت شناختن حکومت طالبان را روی میز ندارد. او که روز شنبه سوم میزان در یک نشست خبری صحبت میکرد، رهبران طالبان را به رفتارهای متمدنانه تشویق کرد. سرگئی لاروف گفت که حکومت سرپرست طالبان از منظر اعتقادی، قومی و سیاسی بیانگر حکومت فراگیر در افغانستان نیست.
او افزود که روسیه تاکنون گامی برای به رسمیت شناختن طالبان بر نداشته است و طالبان نیز از آن کشور خواستار تعیین سفیر برای افغانستان نشدند. با این حال وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد که آن کشور از طالبان در مبارزه با داعش و سایر نهادهای تروریستی حمایت میکند. لاوروف در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که ایالات متحده بدون تجزیه و تحلیل عواقب خروج مقدار زیادی از تجهیزات نظامی را از خود به جا مانده است و گفته او نیاز است همه کشورها مطمئن شوند که از این سلاح‌ها برای اهداف غیر سازنده استفاده نمی‌شود. لاوروف افزود که آمریکا بدون سنجیدن عواقب خروج شتاب زده از افغانستان مسبب به جا ماندن بخش‌های زیادی از تجهیزات در این کشور است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ابراز امیدواری کرده بود که طالبان با اختیار کردن رفتارهای متمدنانه مناسبات افغانستان با جامعه جهانی را حفظ کنند. و در پایان گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: نقش بالقوه انجینر علی در سقوط پنجشیر. مقاومت ملی باید از شکست و کودتاگران درونی درس تاریخی بگیرد. هر نوع مصلحت بینی مانند گذشته استخوان‌های مقاومت را دوباره خواهد شکست. انجینر علی در گردآوری پول از هر طریق ممکن که تخصص دارد. او سابق رئیس امنیت پنجشیر بود و بعد عضو مرکب امرالله صالح شد. در کودتای داخلی که اخیراً با وسیله گروه‌های فروخته شده افراطی و پول پرست صورت گرفت، از نقش منفی انجینر علی گزارش ارائه نشده است. اما مدت چند سالی که ریاست امنیت پنجشیر را به دوش داشت، زیر ریشش حزب تحریری های بدتر از داعش عامل مهم در واگذاری پنجشیر به طالبان آزادانه داشتند، اما او هیچ مزاحمشان نشد. انجینیر علی از گسترش بیرویه بنیادگرایی رخنه ISI فعالیت های علنی جنرال جرأت جلب و جذب طالبان داعش اطلاع کامل داشت، اما در کل وانمود میکرد که از هیچ چیزی خبر ندارد. بلفیل آدم بیکاری بود که صرفاً ترانزیت لاجورد و مواد مخدر را رصد میکرد و در ظاهر امر خودش را تحت الحمایه عبدالله و سکرتر عبدالله حاجی قهار قرار داده بود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.